حالا بازی آغاز میشه. دیداری فوق العاده حساس برای هر دو تیم که در حضور 10,000 طرفدار هر دو تیم در ورزشگاه قدیر این بازی آغاز شد. این دیدار سخت به دنبال کسب عرصه امتیاز است با توجه به پیروزی تیم پرسپولیس در مقابل فولاد. ببینیم که آقای پور چه کار خواهند کرد. یک ضربه میزنه که توپ رو کنترل میکنه سید حسین حسینی. دنبال میشه توسط بازیکن تیم استقلال تهران. حالا ضربه و یک ضربه از بلانکو. تو برگشت میشه. بازم فشار از توی بازیکن تیم استقلال تهران. این بار هردانی به روی دروازه. یک ضربه سر از بلانکو که با برخورد به بازیکن تیم استقلال خوزستان توپ به کرنر میره. پشت توپ است. ارسالش به روی دروازه خطرناک و بازم بلانکو. حالا یک ضربه که از کنار دروازه توپ به بیرون میره. ضربه رافائل دا سیلوا. کار دنبال میشه از بازیکن تیم استقلال خوزستان. ببینیم که چه کار خواهند کرد با این توپ. 3-2 یک فرصت و یک ضربه به کرنر میفرستن توپ رو. این اجازه رو میده. ارسال به روی دروازه. یک ضربه سر و چشمی بود که توپ رو برگردوند. خود چشمی برای هردانی. یک ضربه از بالای دروازه استقلال خوزستان. این ضربه به بیرون میره. و باز هم جلالی. حالا بازیکن تیم استقلال تهران به روی دروازه. یک ضربه سر و توی دروازه بلانکو. گل برای استقلال تهران. استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0. خیلی راحت دروازه استقلال خوزستان باز شد. مهاجم آرژانتینی تیم استقلال تهران ملاحظه بفهمید که تو این گونه ارسال شد و با یک ضربه سر در حالی که 3 مدافع و دروازه بان حضور داشتن دروازه استقلال خوزستان باز شد. این چهره باز هم بازیکن تیم استقلال خوزستان. ارسال به روی دروازه و در دستان سید حسین حسینی. ببینیم که آیا میتونه این رو حفظ کنه یا خیر. اما بازیکن تیم استقلال خوزستان یک ضربه از بلانکو که توپ در دستان فرزین گروسیان قرار میگیره. حالا باز هم بازیکن تیم استقلال تهران پشت محوطه جریمه. شاریپوف یک ضربه که از کنار دروازه توپ به بیرون میره. ضربه ای که جلال الدین ماشاریپوف زد. این چهره بلانکو. هردانی به روی دروازه و برمیگردونن توپ. یک ضربه باز هم بازیکن تیم استقلال و آفساید. آفساید. خیلی خوب کار کرد فرزین گروسیان. حتما خواهیم دید قبل از اینکه توپ وارد دروازه بشه پرچم بالا بود. همکاران خوبم حتما به نمایش خواهند گذاشت اتفاقی که افتاد. اینجا ضربه زده شد و فرزین گروسیان چقدر زیبا توپ رو کنترل کرد. اینجا دیگه در آفساید صاحب آقای پور هست. حالا بازیکن تیم استقلال خوزستان ببینیم که با این توپ چه کار خواهند کرد. چه فرصت خوبی رو دارن بازیکن تیم استقلال و توپ به کرنر میره. مقدم بنیادی فر داره صحبت میکنه با سید سیروس پورموسوی. احتمالاً دلیل تأخیر در تعویض بوده. اینجا که دو بازیکن استقلال با هم برخورد کردن اخراج سید سیروس پورموسوی اخراج میشه و اعتراض شدید هم داره به علیرضا ایلدرام.
سید سیروس پونسایی کارت زرد هم بازیکن استقلال میگیره، کمتر عصبانی میشه سید سیروس پور موسوی. این بالا چه اتفاقی افتاد که کارت قرمز رو میگیره و وقتی هم که ناراحت میشه دیگه خیلی سخت آرام میشه. حاضرین در ورزشگاه که تماشاگر خوبی هم به نسبت بازی گذشته این ورزشگاه به ورزشگاه قدیر اومده بودن، سیتروس داره ورزشگاه رو ترک میکنه. دلیل ناراحتیش هم احتمالاً تأخیر در تعویض آخر خودش بود. در واقع دروازه رو کاملا رها کرده بازیکن تیم استقلال و در دستان فرزین گروسیان. خود گروسیان کاظمی به روی دروازه و در دستان سید حسین حسینی. توپ رو موقتا دور کرد بارانی، ضربه بارانی به قصد چارچوب بود اما از بالای دروازه توپ بیرون رفت. تعویضی دیگر برای استقلال تهران.